خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید. خواهش می‌کنم. منم خوشحالم که در برنامه‌ای که بخصوص واژه آزادی و مفهوم آزادی و تلاش برای آماده شدن جامعه برای برخورداری از آزادی و دموکراسی قدم میزنه و رسانه هم در این راستا همکاری مدد کاری داره، از این بابت احساس غرور و افتخار میکنم و امروز هم خوشحالم که در برنامه شما هستم. امیدوار هستم که معلومات ناقص بنده توانایی این رو به من بده که پاسخگوی سوالات بینندگان عزیز شما رو داشته باشم و همین بتوانیم یک بحث و گفتگوی پویا و تحرک برانگیز برخلاف گفتارهای خواب‌آلوده ما بتونیم یک به اصطلاح تحرکی در شیوه اندیشیدن یا نو اندیشی جامعه به وجود بیاریم و امیدوار هستم که بتوانم نقش مثبتی داشته باشم در این راه فرهنگی و در این حال در این آرمان مقدس با شما. جناب آزادراد، بیاییم ما در مورد یه مقدار واژه‌ها اول صحبت بکنیم، بعد به هم ربطش بدیم، بعد یه نتیجه گیری بکنیم، بعد ببینیم با دنیای امروز ایران چگونه این بحث میتونه نتیجه مثبتی بده. برنامه بنده هست دانش، بینش، آزادی. بدین معنی که ما در اینجا حداقل دانشی رو فراهم بکنیم، یک فضایی برای بینش ایجاد بکنیم تا اینکه همگی ما آزاد بشیم از اوهام، خرافه ها و آن چیزی که انسانیت ما رو از ما میگیره. به همین دلیل از شما سوال اولم اینه، اندیشه یعنی چی؟ سوال خیلی جالبی است. در تاریخ فلسفه نام ارسطو یکی از پرآوازه‌ترین نام‌های است در بین فلاسفه گریک، فلاسفه یونان. شاید اولین فیلسوفی که کوشش کرد تعریف دقیقی از انسان بده بر پایه اصالت اندیشه و تفکر آقای ارسطو. او در تعریف انسان میگه الانسان حیوان ناطق. انسان حیوان ناطق. انسان حیوان ناطقی است و این مسئله نطق و گفتار و واژه به طور کلی گویایی و بیان و سخن با اندیشه تقریبا عجینه. یعنی یک مرد اندیشمند سخنان اندیشمندی داره و در سخنان اندیشمند افکار اندیشمند و آرمان‌های اندیشمند و کاربرد اندیشه و تفکر انسان در پاسخ به معضلات جامعه و انسان هست. شاید هیچ حیوانی اگر بپذیریم که در علم بیولوژی ما هم موجوداتی هستیم از نظر طبقه‌بندی در ردیف حیوانات، یعنی از نکته نظر فیزیولوژی و ساختمان و با بعضی از حیوانات در خیلی از زمینه‌ها مشترکیم. به همین دلیل شما می‌بینید در شامپانزه مثلا که پسر عموی ماست، آقای چیزی که میگه اصلا پدر بزرگ ماست، داروین. هر شد که در مطالعات به اصطلاح بیولوژیک، در مطالعات مدیکال ساینس، در تأثیرات فارماکولوژی یعنی تأثیرات دارو روی ساختار بدنی و ریاکشن و اکشن عمل بادی بدن در ارتباط با داروها، اول میان روی حیواناتی که ساختار بدنیشون نزدیک به ماست مثل میمون یا خوک یا موش آزمایش میکنن قبل از که روی انسان آزمایش کنن و بیشتر نتایج وقتی که
به دست آمد محقق، بعد اون رو آرام آرام روی انسان پیاده میکنه. شاید مثلا کاشف آنتیبیوتیک اولین بار موادی رو که کشف کرد، مواد آنتیبیوتیک رو همون روز اول روی انسان پیاده نکرد، اون رو در مورد حیوان پیاده کرد. زخمی مثلا در میمون ایجاد کرد یا در موش، بعد این مواد رو بهش تزریق کرد و دید که این مواد برای درمان و التیام این زخم و برای جلوگیری از عفونت تا چه اندازه موثر بوده. بعد که تأثیراتش مثبت بود، بعد آرام روی انسان پیاده میکنه. برحال منظور بخوام بگم انسان هم حیواریست، منتها فرق بین انسان و حیوانات دیگه همون خلاقیت، تفکر و گویاییش. تفکر با تخیل چه فرق داره؟ میتونه انسان همیشه انسان ها فکر میکنن، ولی آیا هر فکری اندیشه است؟ از که تخیل و تفکر نزدیک همه، به شرط اینکه تخیل به قول آقای دکتر سیاسی در جنبه تخیل اختراعی باشه. چون انسان با خیالاتش میتونه افکار بیمارگونه و پریشانی داشته باشه، میتونه افکار ضد انسانی داشته باشه، در تخیلات میتونه افکاری داشته باشه که اساساً از جنبه های اخلاقی دور باشه، میتونه درش به اصطلاح انگیزه های کریمینال بر به اصطلاح میل به جرم در این نوع تخیل وجود داشته باشه. در این شما فرقی بین اندیشه و عقل میذارید؟ ولی در حقیقت بکنم اندیشه و عقل مترادفه، یعنی هر آدم عاقلی میتواند بیاندیشد. ولی آره، هر آدم عاقلی اندیشمند و روشنگرا هست، چون میتونه عقل داشته باشه، ولی همونطور که شما به درستی فرمودین انسان محوری نداشته باشه. بنابراین ما باید بعضی از فلاسفه اروپایی عقل رو به یه زن روسپی تشبیه کردن که باش همه کار میشه کرد، عقل رو یه وسیله میبینن که در خدمت انسان هست، بستگی به این که هدف انسان چی هست. یعنی عقل و اندیشمندی رو من میخوام ببینم. من فکر میکنم با این بحث شما میریم توی بحث اصالت اخلاق، یعنی تفکر انسان در خدمت چیست؟ اول در خدمت خلاقیت. چیزی رو خلق میکنه که در جهت رفاه زندگی خودش باشه، این تفکر عالیست. یه وقتی میبینید آدم بسیار باهوش و اندیشمندی هست، اما تفکرش و یا خلاقیتش و یا اکتشافاتی که انجام میده، اختراعاتی که انجام میده در اثر این تفکر هوشمندانه، ابزاری میسازه که حیات بشر رو به خطر میندازه یا میتونه بندازه آیا پس اگه مطابق این بریم، برای اینکه نمیخوایم سوء تفاهم ایجاد بکنیم، مثلا اینشتین، خب این قوانینی که اکتشافاتی که کرد میتونه منافع علمی صنعتی داشته باشه و میتونه همونطور ویران ساز باشه، میتونه ویران ساز باشه. پس بنابراین عقل و علم به حساب وسیله است، هدف نیست. بله، بدون شک. ببینید، من یک علاوه درباره اینشتین گفتید، اینشتین تفکرش و اختراعش و فرضیه هایی که مطرح کرده در جهت رشد و توسعه تئوری های علمی بود و هست، اما یه از تفکر یا از اختراع و نتیجه اندیشه چنین اندیشمندی چه کسی یا چه سیاست مداری سوء استفاده بکنه، اینجاست که خود اندیشمندان هم در این راستا دچار تردیدن. مثلا دینامیت که اولین بار اون دینامیت رو کشف کرد، اون این مواد رو، این مواد انفجاری رو در خدمت راهسازی و جاده‌سازی شاید به کار برد. بله. که بتونیم فرض کنید که راهی که میخواد از وسط یک کوه به یا کونلی میخواد به صدا عبور کنه، خب شاید دینامیت میتونه خیلی سریعتر در خدمت راهسازی باشه. اما اگر این رو در جنگ برای کشتار انسان ها به کار بردن، وقتی خود دینامیت متوجه شد که اختراع خودش باعث و موجب کشتار و نابودی عده از انسان ها شد،
یه خورده احساس شرمندگی کرد، شاید هم احساس پشیمانی کرد. حالا ما میتونیم پس بگیم جناب آزاد راحت که دین، علم، عقل تماما وسیله است و میتونه هم برای اصلاح اجتماعی استفاده بشه، میتونه حربه ای باشه برای این عقب نگه داشتن جامعه، سوء استفاده کردن از جامعه. پس ما میتونیم بگیم سوال بنده این است که اندیشیدن فقط شناخت ابزار و وسائل نیست، کاربردشه، هدف غاییشه. همون ارسطویی که شما اسپردین موقعی که میفرماید چهار تا علت داریم، علت فاعلی، علت سوری، علت مادی و علت غایی. اون علت غایی است که شاید اندیشمند رو از یک فرد دیگه مجزا میکنه. آیا آزادی از چی؟ خیلی واژه جالبی است. ببینید شاید موضوع برنامه تلویزیون شما و من، ما در یک چیز مشترکیم و اون آزادی است. فریدم. خیلی مهمه که این آزادی تعریف بشه. آیا انسان باید آزاد بشه که هر کاری دلش خواست میکنه؟ یا انسان آزاد بشه برای خلاقیت؟ یا انسان آزاد بشه در شیوه زندگی؟ این مسئله آزادی برای خیلی مهمه. اول باید یه تعریف از آزادی داد. من برای اینکه بهتر این مفهوم آزادی رو شاید بفهمم به سهم خودم، به دیدگاه‌های فلاسفه مراجعه می‌کنم. یکی از فلاسفه معاصر آقای کارل پوپر هست که ایشون با مطالعات آثارش، اول می‌دونید ایشون یهودی بسیار اندیشوره و منتقد یهودیت هم هست در این حال. در سخنرانی که ایشون در دانشگاه کانادا کرد گفت من متغیرم که بعضی از مسائل در طول تاریخ ادیان آزادی انسان رو سلب کرده و منتقد بود. اصلا شدیدن انتقاد داشت به این که میگو با اینکه من خودم یهودیم اما مترسدم که علت این که به کشتار افرادی که پرس کنید که بود پرسیدن به جای خدا پرسی رفتن در قیاب حضرت موسی علیه السلام، اینها جمع شدن و یک گوساله زرینی رو با طلا ساختن. چرا؟ چون اون زمان میخواستن خدایان سیمبولیک داشته باشن. و آیا پرستش خدای سیمبولیک تنبیهش نابود شدن، کشتن و خونریزی نباید بشه؟ به ویژه موقعی که یکی از عارفان بلندپایه به نام ابن عربی میگه اگر که خدا، وجود خداوند طبق آیه قرآن در همه جاست، در همه چیز هست، در ساختار بت هم خدا حضور داره، منتها بستگی داره که بینش تو و تفکر تو آیا آفریننده جهان رو به چیز پراسوی یک جسم میدونه یا یک منحط به یک مثلا مجسمه یک گلی و چوبی و... یعنی در حقیقت شما میخواهیم بفرمایید که تمام مفاهیمی که ما داریم فقط انعکاس از خود اون کسیه که این مفاهیم رو درست میکنه و بنابراین این درجه خلاقیت اونه تا اون زمان و ما نباید اون رو تکفیر بکنیم یا توهین بکنیم یا خلق رو کافر بدانیم، مشرک بدانیم و منعش بکنیم. آقای پوپر اینجا میخواد بگه که در موانع جامعه آزاد، میگه که یک جامعه باز و آزاد چه عواملی باعث میشه که این جامعه بسته، تاریک و مثلا غیر پویا و خرافی بشه. اون میگه نقش روشن فکر، نقش حتی نویسنده و هنرمند و به خصوص نقش فیلسوف در این جامعه یا در این گونه جامعه، تلاش و کوشش برای مثلا انتقال درک آزادی و تربیت مردم برای آزاد شدن و آزاد اندیشیدن بشه. بله. بنابراین اون معتقده که هر چیزی که آقای پوپر که مانع براده با یعنی جلوگیری کنه از تفکر انسان
از خلاقیت انسان، از اندیشه انسان، از اکتشاف انسان شدیداً باید باش روبرو شد. بنابراین ضمناً یادآور میشه که بسیاری از حکومت‌های در طول تاریخ، بسیاری از سلاطین و بزرگان، خلفا، نمیدونم یا حتی کشیش‌ها به نام اینکه ما موجه هستیم، با خدا نزدیک هستیم یا قوانین خدا رو میخوام اجرا کنیم، اجازه اندیشیدن رو به حتی منجمین، ستاره شناسان و فیزیسیان ها نمیدادن. بله. یا بنابراین این یکی از نمونه های مهمی است در تاریخ فلسفه و آزادی و باورهای. آیا من یک ساعته یه دارم 15 دقیقه یه محاوره داریم بعد میخوام خطوطشو باز بکنم. با این مقدمه بیریم سر یه مسئله که پاسخ شما رو بدیم، برای که اگر قرار بشد که مثلا به حاشیه بریم و روی یک مسئله بایستیم بر وقتمون میگذره و به نتیجه آزادی. آیا میخواییم در عمل پس اینطوری که معلوم میشه اندیشه سالم اون اندیشه که هم نفع فرد و هم نفع اجتماع درش باشه، بدون شک، درسته؟ یا به قول کانت انسان محوریه. بله. بس اینو قبول کرد. و اگر اندیشه عالمبینی رو نداشته باشه، جهانبینی رو نداشته باشه، به اون حقیقت انسانی اندیشه نمیرسه. این رو. پس بنابراین ما از یک طرف مطابق چیزی که شما فرمودین، من می اندیشم پس هستم، حرف دکارت. ولی حالا شما فرمودین اندیشیدنی خوبه که به آزادی برسه. و آزادی رو هم شما در حقیقت توصیف کرده، اینکه مقصود هرج و مرج نیست، مقصود این نیست که هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه، بلکه آزادی از اون موانعی که اسباب ذلت من و محرومیت حقوق اجتماعی و انسانی دیگران رو ایجاد کرده. درست فهمیدم؟ خیلی خوب. روشنگرایی یه پدیده اجتماعیه یا پدیده فردیه؟ چون کانت میگفت، اگر کانت و یونگ میگفتن که اجتماع از فرد جدا نیست، جدانی، ولی فرده که خودش باید روشنگرا بشه. روشنگرا رو شما چجوری معنی میکنی و شرایطش چیه؟ اتفاقا نه تنها کانت، بلکه فیلسوفان اگزیستانسیالیست هم معتقدن که انسان، هر فرد انسانی، هر فردیت انسان، اندیویدوال، صرف نظر از جامعه، مسئوله. ریسپانسیبیلیتی. مسئوله برای چی؟ مسئوله برای که خودش رو پویا کنه، خودش رو رشد بده. بله. و به مرحله پویایی و دیولوپمنت برسونه. تکامل. میگه هر انسان این توانایی رو داره، این پتانسیل رو داره، قابلیت رو، که از حالت ایستایی و از یا به روایت مذهبیون از تاریکی خودش به روشنایی برسونه، از ظلمت به نور برسونه. بنابراین روشنگری، چه کلمه روشنگری بکنیم بریم، یعنی روشن کردن تاریکی های وجود، تاریکی های اندیشه، تاریکی های جامعه. یعنی هر جا که شما مهالود و تاریک و غبارآلود میبینید، باید این رو روشنش کنید، یا به قول معروف شفافش کنید. حالا اگه بخوایم ما یه مثال بیاریم، آیا میتونیم بگیم من اگر در خودم غور کنم، هر چیزی که اسباب تعصب، برتری، بهتری و کهتری من رو نسبت به یه انسان دیگه به علت نژاد، به علت وطن، سیستم قومی و و و ایجاد میکنه، ازش رهایی پیدا میکنه؟ اصلا این توانه این رو داره. ببین، فیلسوفان
و حتی مبانی دینی هم به صراحت من نمیخوام وارد مسئله مذهب بشم چون بحث اون چه مذهبی بکنید اگه لازم هم بفرمایید، ولی در خود قرآن انسان رو بالفطره هوشمند و طالب حقیقت و شناخت حقیقت و به طرف حق حرکت کردن میدونه. بله. میگه خب بعضی از عوامل الله میذاره عوامل شیطانی این انسان رو باز میداره از حرکت از طرف تاریکی به روشنایی. بنابراین بر یه معتقدن که انسان این پتانسیل رو داره، یعنی این به طور فطری و به طور ذاتی این پتانسیل رو داره که در حقیقت به طرف حقیقت حرکت کنه. یعنی ما همیشه به سوی حرکت یعنی داره حرکت جوهری داره. بله، یعنی میتونه یعنی حرکت و تفکر و پویایی در ذات انسان هست. خب بعد سوال اینه که باید انسان به چه ابزاری مجهز بشه تا به این مرحله پویایی برسه. بنابراین شما آزادی و دانش در کنار هم قرار میگیرید، یعنی شما نمیتونید یک انسان آزادی باشید ولی در این حال از دانش و بینش بی نصیب. بنابراین برمیگردم به موضوع برنامه شما، آزادی در پناه شناخت و اندیشیدن میسره. پس یعنی بدون عرفان شاید آزادی حقیقی وجود نداره. کاملا، یعنی درک آزادی و موهبت آزادی و شناخت آزادی و در فضای آزاد زیستن قرار گرفتن مستلزم خودآگاهیه. خودآگاه. انسان باید خودش آگاه باشه و بینش و دانش هم داشته باشه تا به این آزادی و یا موهبت آزادی در حقیقت تحقق بده و معنا بده. پس یعنی این که جناب آزاد راد ما الان فهمیدیم، اگه بخوایم یه خلاصه بندی بکنیم و 10 دقیقه دیگه بنده از کارگردان عزیز هم تقاضا میکنم که خطوط رو باز کنن، همه ما عقل داریم، همه ما موجودیم، ولی عقل رو چگونه استفاده بکنیم، دیدگاهمون نسبت به انسان چی باشه، اینطوری که شما فرمودین انسان در حقیقت قابلیت های لاتحصا داره، یا به عبارتی بهاءالله چون شما ذکر قرآن رو فرمودین بهاءالله انسان رو طلسم اعظم میدونه، انسان رو به مثابه معدنی که دارای جواهرات زیادی هست ولی احتیاجی به تربیت داره و تربیت باید از روی عشق باشه نه از روی ترس از جهنم یا رفتن به بهشت. بیاییم حالا رابطه اندیشه آزادی بینش رو با عشق ارتباط بدیم. آیا اصلا عشق یعنی چی؟ من بگم با این مسئله بعد از مسئله آزادی و آزاد اندیشیدن و مفهوم آزادی یا مسئولیت برای ایجاد فضای آزاد برای انسان آزاد اندیش که خودش مقوله بسیار مفصلی است، شما ما رو برید در یک به اصطلاح اقیانوس لایتناهی که من فکر میکنم با واژه عشق همه آشنا هستیم اما درک ما از مفهوم عشق و یا رسیدن به این مرحله. فقط هم بقید بهتون بگم که حافظ که بنابرای گفتار مفسرین اشعار حافظ میگن اصلا حافظ یعنی حفظ کننده و به این معنا به این علت گفتن حافظ به خاطر حافظ قرآن بوده و به قول خود دیوانش قرآن رو به 14 روایت بلد بوده. میگه من قرآن رو با 14 روایت خوندم و معلوم میشه در شعر و غزلهاش معلوم میشه آشنایی کامل داره. بله. اما مثل قرآن هم بهش کمک نمی کنه، عشقش به فریاد میرسه. این در حقیقت معضلات و سوالاتی که این اندیشمند شاعر عارف و بزرگوار در ادبیات جامعه ما اون هم در تلاش بوده
که به مرحله میخواست عاشق بود. به همین دلیل خدا در بینش چنین عارف شاعری معشوقه. برای وقتی میگه در نمازم خم ابروی تو هم یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. آدم های اگر حافظ رو نشناسن فکر کنن داره درباره یک زن زیبای خوشچشم ابرو صحبت میکنه، در حالی که عارفان و یا مفسرین عرفانی معتقدن انسان وقتی که میخواد درباره عشق الهی یا عشق داوود صحبت بکنه، ادبیات و واژگانش و سواد به اصطلاح برای کافی که بتونه اون احساس بالای فراغ انسانی خودشون که عشق نسبت به حقیقت، عشق نسبت به خلاقیت، عشق نسبت به خالق، چاره نداشته که از واژگان نزدیک به عشق با یک زن صحبت کنه و خالق رو معشوق خطاب کنه. یعنی جنبه نمادی و تمثیلی داشته. کاملا. ببینید اسم حافظ اومد، میگه معشوق چون نقاب زرخ بر نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنه. میگه ما نمیفهمیم این معشوق ما روش گرفته، تو داری میگه چشمش آبیه، دماغش قلمیه، تو نمیتونی ببینیش. میگه هر کس حدس و گمانی داره که با معشوق اصلی، معشوق ازلی ارتباطی هم شاید داشته باشه. در ذهنیت خودش اون معشوق رو تصویر میکنه. خیلی زیبا. یعنی برمیگردیم به حرف بالای شما که میگه خدا ذات غیب منی لایدرکه، یعنی درک واقعی ذات خداوند، خدایی که در تمام مذاهب، در تمام مکتب‌های اخلاقی در حقیقت یک کانسپت مشترکی است، درک ذاتش امکان پذیر نیست. و بنابراین حتی پیامبران هر کسی به اندازه شعور و فهمش تصور و تصوراتی از وجود و ذات باری تعالی دارن. حالا منظورم راجع به عشق برگردیم به عشق. عشق واژه بسیار عمیق است و در این حال خیلی هم ساده. بعضیا عشق و محبت رو قرین درستن، گفتن که از محبت به قول مولانا خارها گل می شود. هیچ مکتبی و هیچ مرام اخلاقی و انسانی زیباتر از این که تو و انسان دیگه یه رابطه در حد عاشقانه و محبت آمیز بر، یعنی محبت میتونه بهترین، برمیگردیم به اصالت عشق. من در این حد میتونم پاسخ سوال شما رو بدم. اریک فرام، اریک فرام یه کتابی داره به اسم هنر عشق برزیدن، میگه عشق حقیقی باید بلا شرط باشه و فقط انسان محوری داشته باشه. به چهار نوع عشق قائل میشه. یکی عشق برادری، عشق مادری، عشقی که در حقیقت بر اساس شهوته و عشق به خود. و بعد تعریفی که میکنه یه چیز مشترک داره که شما فرمودین. عشق برادری رو به این میبینه که میگه وقتی برادری یعنی همه برابرن، پس بنابراین ما همه رو دوست داریم مستقل از این که عرب عجم دور از نجات پرستیم زن مرد ایرانیه. و عشق مادری یعنی اگه ما بچه ها رو و همه بچه ها رو دوست داریم. میگه بدترین عشق اون عشقیه که بهش میگه اراتیک لاف، یا عشقی که بر اساس چیزهای مادی ظاهری سوریه و بدترینش هم سکشواله. و سمی که میگه شماها تو انگلیسی اصطلاحی داره میگه فال این لاف، میگه که وقتی این فال این لاف موقتیه و بعدم پشیمانی و پریشانیه. بعد میگه عشق به خود، من میخوام به اونجا برسونم که شما رفتی، میگه عشق به خود با خودشیفتگی فرق داره. عشق به خود یعنی ایجاد قابلیت هایی در فرد، اعتماد به نفس، که خلاقیت داشته باشه، اعتماد به نفس. چون اگر این قابلیت ها رو داشته باشه میتونه به دیگران هم بده، و اگه اینو بده بعد میتونه اندیشه هم داشته باشه، میتونه بینش هم داشته باشه. حالا خیام،
حافظ. میدونین که اینا رو خوب فهمیده بودن. عبدالبها عباس، به نظر شما وقتی میفرماید اصلا عشق بود که همه چیز رو به حرکت آورد، هدف از آفرینش ممکنات محبت عشق، این عشق رو شما در چارچوب اریک فرام چجوری معنی میکنی؟ آیا عشق شرطی هست؟ من با دین خودم، با پیغمبر خودم باید مشروطه کار کنم یا انسان محوری داشته باشم؟ شما سخن از اریک فرام کردید. من واقعا بخصوص در دوران جوانی عاشق و شیفته آثار اریک فرام بودم. بله. خب اولین کتابش که شما نام بردید، هنر عشق ورزیدن، رو خیلی با زبان ساده به مترجمم خوب ترجمه کرده که اصلا بحث رو بخوام باز کنیم بله. دنیای دیگه است و یه بحث مفصل میخواد وارد نمیشیم. اما همین آقای اریک فرام در میدید، من یه بخش از مطالعاتم سایکولوژی آف ریلیجن، یعنی دارم روی ادیان مطالعه میکنم، چه ادیان ابراهیمی چه غیر ابراهیمی، و تأثیر به اصطلاح ارزش های دینی در شخصیت و رفتار انسان روی مثلا، و حتی تأثیر خرافات و بد اندیشی و سوء اندیشی و غلط برداشتی از باورهای دینی تا چه اندازه انسان رو به سقوط میکشونه. مرمی بعد آقای اریک فرام حتی درباره خدا یه کتابی داره، میگه که کوشش کنیم همانند خدایان باشیم. We shall become God. میشه. حالا همانند خدایان در فلسفه آقای اریک فرام بر این باوری که کمال انسان به طرف به اصطلاح آفریدگار، یعنی اگر آفریدگار رو یک هستی یا یک موجود کامل بدونیم، انسان در مسیر حرکتش و یا هدف غاییش رفتن و مستعید شدن و نزدیک شدن و مشابه شدن این بسرکا. یعنی در حقیقت آیاتی رو که صفاتی رو که ما به خدا نسبت میدیم، خودمون بشیم مظهر اون صفات در بین عالم خلق. کاملا. یعنی در حقیقت خدا یعنی انسان کامل. آفرین. یا انسانی که به طرف کمال حرکت. آیا انسان کامل به نظر شما یک فرده یا یک جمعه؟ اگر من معتقدم انسان کامل در خرد جمعی است، یعنی در جمع و مجموعه به اصطلاح پس همون خرد انتقادی هم همون خرد جمعی است، ولی هیچ کس کامل نیست. ببینید صحبت کامل خیلی مسئله جالبی. ببینید در به اصطلاح انجیل به گمان بعضی ها که اصلا مذهبی نیستن میگن که حضرت مسیح یک نوع اندیش انسانگرا بود، و بنابراین اگر خودش به عنوان انسان رو در الوهیت شریک میکنه، میخواد انسان رو به مرحله خدا بکشونه. یه دو اینجوری تفکر داره اریک فرام، اتفاقا اینطوری فکر میکنه. و بنابراین مسئله این که نزدیک شدن به کامل خیلی مهمه. اما یه چیزی هست، زمان اینجا های زحمته، هیچ چیزی نسبت به آینده کامل نیست. یعنی وقتی میگه الیوم اکملت لکم دینکم در قرآن، یعنی امروز دین شما رو کامل کردن نسبت به ادیان گذشته. پس یعنی شما میتوانیم بگوییم، چقدر قشنگ فرمودین، بنده از کارگردان بزرگوار خواهش میکنم که تلفن ها رو هم در 5 دقیقه دیگه باز بکنن که ما بتونیم بهره مند بشیم. هر دینی، هر فلسفه‌ای، هر نهضتی مقدمه نهضت بعدیه، کمال تمام نهضت‌های قبلیه. کاملا. یعنی هیچ دینی نسبت به آینده کامل نیست. پس یعنی ما در حقیقت خاتمیت و مطلق‌گرایی رو داریم از بین می‌بریم. سوال اصل نسبیت پیش می‌ریم و نسبیت کم نمی‌کنه، عظمت رو نشون میده. کاملا. غیر از اینه؟ پس بنابراین وقتی که میفرمایند که من امروز دینت رو کامل کردم، این حرف اشتباه نیست، یعنی نسبت به نکات ضعفی که در ادیانی تا امروز بوده، من کوشش کردم
نقیض‌های اون رو کم کنم. قوانین اگر سنگین بوده یا مطابق احتیاجات و مطابق زمان، مطابق زمان به هر حال دیدگاه‌ها و آرمان‌های دینی رو در قالب دیگری به شما ارائه بده. پس یعنی مطابق این چیزی که شما می‌فرمایید جناب آزادراه و اندیشه و آزادی و بینش، شاید یکی از مشکلات عظیم ما در جهان سوم، در ایران، در جاهای دیگه این است که این اصل مطلق گرایی و خاتمیت پیامبران رو به هر اسمی درست نفهمیدن و واسه همین هم هست که حاشیه ها زیاد شد، تبعیضات زیاد شد، حقوق و مزایه ها از بین رفت. شما این رو به خود دین که نسبت نمیدی؟ نه، من احتمالی این سوالی داشتم از یکی از نواندیشان، حالا اسمشو نمیخوام بیارم چون در اینجا نمیخوام اسم خاص یا فردی رو ببرم. این آقای نواندیش معتقد بود که ما دگر اندیشی و باز اندیشی در باورهای دینی لازم داریم، برای که معتقد بود ایشون که هر دینی یا هر پیام‌آوری، هر کتابی در آغاز مثل چشمه پاک و زلالی است، ولی وقتی این چشمه آب راه خودش رو ادامه میده، با خاشاک همراه میشه، با گل، با آلودگی‌ها، و بعد از مدتی دیگه اون آب زلال سرچشمه نیست. این مثال زد، گفت یک دین و پیام‌آورش روز اول نیتش رستگاری و سعادت بشر بود، اما به مرور زمان یه عده از دین‌های دیگه میان کوله باری با خودشون دارن، اونها تمام این کوله بار خودشون رو در این دین پیاده میکنن. یا رو فرض کنید که از پیرو ادیان قبلی بودی که درش خرافات بود، حالا یا خرافات وارد شد، این آقا وقتی تجدید مثلا ریلیجن میکنه، به دید جدید میاد، نمیکنه مثل تابلوی باید همه رو پاک کنیم و خط جدید رو بنویسیم. این همون خطهای قبلی زیر این خط یک نوع آشفتگی در دین ایجاد میکنه. بنابراین لازم است بعد از مدتی باز دوباره این تابلو پاک بشه و تعالیم متناسب با زمان پوشیده بشه، کاری که اسلام نسبت به ادیان موقف کرده. پس یعنی این که شما در حقیقت معتقد هستین که اصل استمرار، تجدید، ادامه یک اصلیه که در جمیع ادیان، جمیع فلسفه های انسانی جایگزین شده. بدون من مثلا معتقدم آقای ریاضی، خیلی راحت برسم بگم، به عنوان یک فردی که دوست دارم که روشنگر باشم در مسئله دینی و در این حال احترام بذارم به باورها و اعتقادات جامعه بدون جاجمنت به اصطلاح سیاسی، من بر این باورم که انسان باید آزاد باشه حتی در انتخاب مذهبش، در انتخاب راهش. در یک جامعه دموکراتیک باید ما آزاد باشیم. بنابراین این که به زور وادار کنن کسی راهی رو بره که فرد دلش نمیخواد بره، این برخلاف به اصطلاح اصول ادیانه. بنابراین من معتقدم ماهیت و اصول یکیست، اما در طول تاریخ تغییراتی یه درش دادن که جزء اصل دین نیست و اون یک مقداری توهم و اشکال ایجاد کردیم. یعنی در حقیقت مشکل اساسی در ایران هم همینه؟ صد در صد. یعنی تعبیر و تفسیرهای فردی و فرقهی انسانها رو از سرچشمه کمی دور کرده. آیا ما میتونیم بگیم جناب آزاد را چون حقیقت تعدد نداره، حقیقت جمعی ادیان، جمعی فلاسفه یکیه، ولیکن این حقایق بر اساس استعداد خلق به مرور زمان تدریجی عرضه میشه، بنابراین تجدد ادیان به معنی زوال ادیان نیست، بلکه به معنی این است که فصول بعدی در حقیقت ایجاد میشه. آیا این درست میفهمم؟ من به معنای اصلاح ادیان به نظر من، یعنی به اصطلاح نوع اندیشی و اصلاح خواهی در به اصطلاح نه در اصول ولی در فروع یک دین لازم است، برای که مردم با رضایت و با فطرت خودشون بتونن پیرو باشن. پس یعنی در حقیقت اگه یک کسی مثلا
مسلمون که شده، این بدین معنی نیست که مسیحیت رو داره زائل میکنه، یا اگر بهایی میشه بدین معنی نیست که میخواد اسلام رو زائل کنه، بلکه میخواهد بگوید همون اسلام حقیقی حالا در ارزش‌های جدید پیدا میکنه. بفرمایید. دکتر چنگیز آذر هستم، عصر شما بخیر. قربان شما، خوش اومدید. سپاسگزارم. جناب ریاضتی، من از مهمان محترم شما دو تا انتقاد دارم و قبل از آن یک نقد مثبت از ایشون دارم و اون اینه که میبینم که به خصوص در اول همین برنامه چون ایشون برعکس برنامه خودشون که بیشتر به نمیخوام بگم کلیگویی ولی به کلیات پرداختن با یک مهمان متخصص مردم شناس انتروپولوژی و به ایشان همچنان پرسشی هم ندادن، ولی میبینم که به طور تکنیکی به مسائل تفکر، اندیشه و اینها و آزادی پرداختن. خوشحالم، اما انتقاد من از ایشون اینه که جناب آزادراد، شما جناب عالی که به آزادی اینقدر اهمیت قائل هستید و اسم خودتون هم راد هست، آزاد راد هست، یعنی بخشنده آزادی، اولا چرا در برنامه خودتون خطوط رو آزاد نمی کنید که مردم؟ من اگه اجازه بدیم، خیلی خیلی ببخشید قبل از این که شما ادامه بدین، ابدا برنامه های دیگر رو وارد این برنامه نکنید. یعنی اگر شما در مورد برنامه مهمانای من، اگه مهمانای من برنامه خودشونو دارن، چه جناب آزاد راد یا اکس یا وای، با تلویزیون اندیشه تماس بگیرین یا توسط ایمیل در مورد برنامه ایشون صحبت کنید. بله متوجه هستم ریاضت، بله چون صحبت کردم و گفتن که برنامه ایشون شبیه برنامه شماست، حداقل من این به عنوان یک آدم معمولی این اندیشه و تفکر رو هر وقت دارم که بگم بله بله اونو دارم، با برنامه شما فرق داره، چون مثلا در مورد آزادی صحبت میکنم ولی آزادی به بیننده ها نمیدن که صحبت بکنم، اندیشه های ایشون رو مورد بحث قرار بدن. پس یعنی در حقیقت شما، اگه به زبون من ساده بگم، چون من مثل شما دکتر کامپلکسی نیستم، من یه آدم ساده ای هستم، اینطوری شاید بشه مطرح کرد که جناب آزاد راد، چقدر ما خوشنود شدیم در این برنامه سوال و جواب بود و این فرمت این برنامه چه خوبه که در برنامه شما هم ایجاد بشه. من بله منظورم همون بود، من همینجور عرض کردم که ببینید جناب آزاد راد توی این برنامه آزادی هست که مردم صحبت بکنن و با بندیشه ها مقابله بکنن، چه مثبت چه منفی. من انتقادتون رو ولی جناب عالی این کارو نمیکنن و میگن که آزادی و اندیشه وجود داره. در ضمن در برنامه‌ای که من نگاه کردم، ایشون بیشتر در مورد مذاهب و کلیات و اینها، آیات قرآن و اسلام اینا صحبت میکردن که به نظر من ایراد داره. اگر ایشون فرمایشی، سوالی یا بحثی با من دارن، خوشحال میشم که روی خط بهشون پاسخ بدم. خیلی ممنونم، خیلی ممنون. چون سخن درباره من شد، من فقط خیلی کوتاه. انتقاد ایشون درسته، من برنامه رو به اصطلاح خودم رو تازه شروع کردم، الان دو سه به اصطلاح برنامه بیشتر روی به اصطلاح کران روی آنتن نبردم. چشم، من فکر میکردم مهمانانی که قبلا دعوت کردم اینقدر مطلب دارن که فرصت برای باز کردن به اصطلاح خط که دیگران هم شرکت داشته باشن نداشته باشم، اما چشم، منده از این به بعد کوشش میکنم بخشی از برنامه خودم رو به بینندگان عزیز و اظهار نظرهاشون و سوالاتشون بدم و امیدوارم بتونم که این خواسته و این نقیصه در من و این خواسته در شما رو حتما در برنامه های آینده تحقیق میدم. خیلی خیلی ممنونم. بفرمین. درود بر شما آقای دکتر. جانم خوش آمدین. بفرمین. درود بر مهمان گرامی شما. من منوچهر فرانی هستم از نیویورک. قبلا هم زنگ زدم وقتی شما زیاد از فلاسفه قدیم صحبت میکردین، من دو تا نظر دارم، میخوام بعدا از تلویزیون گوش بدم، شما هم در مورد این نظر من نظر بدین. یکی که آقای دکتر فرمودن ارسطو گفته انسان حیوان گویاست. بله. به نظر من ارسطو در اون زمان بی‌انصافی کردن، به مقام انسانیت رو پایین رو بردن و در این برنامه خواهش میکنم تا
تکرار نفرمایید. اگر میخواین راجع به انسانیت صحبت کنی و مواب انسانیت، از سعدی خودمون بگین که میگه روح آدمی به جایی که بگه خدا نبیدن. یکی دومی جان، خواهش کنم همزمان که تو برنامه‌تون از دوستان قدیمی میارین، اگر امکان داره جوان ها هم بیارین که ما با اندیشه هر دو آشنا بشیم. چون واقعا بگم بهتون، وقتی شما گفتگو میکنین ما نتیجه به اون صورت نمیگیریم. از تلویزیون گوش میدم، متشکرم. بهتون من فکر میکنم که در مرحله اولا ما باید ممنون باشیم از این شخص بزرگوار. در مورد توصیه دومتون، من سعی میکنم که جوانها رو بیارم. متاسفانه باید با یه واقعیتهایی هم روبرو بشیم و اونم این است که جوانهای ما، بلخص اینایی که در اینجا زندگی کردن، اونطوری که باید شاید با واژه‌های فارسی عمیق عرفان آشنایی ندارن. ولی بنده سعی خودم رو میکنم و برای اطلاع شما، من دارم همین برنامه رو در یک تلویزیون دیگر امریکایی به لسان انگلیسی ایجاد میکنم که از جوانها دعوت بکنم. ولی قبل از اینکه جناب آزاد را پاسخ شما رو بدن، میدانید فقط یک کلمه از ارسطو گرفتن و بعد بخوایم تبادل نظر بکنیم که آبکی باشه فایده نداره. اون چیزی که ارسطو، که این سلوحه هست و در کتابای مختلفی که ازش مونده، از جمله اونها اخلاقشه، از جمله اونها سیاستشه و همون طوری هم که قانون افلاطون میگیره، اینا فقط یه چیزی میخوان بگن. میخوان بگن که بزرگترین عطیه‌ای که یک انسان داره و اون رو جدا میکنه از سایر کائنات، اینه که میتونه نطق کنه. نطق رو هم در حقیقت نتیجه فکر کردن میدونست. یعنی در حقیقت ما میخواییم بگیم ارسطو یا کانت یا خیام یا همه اینها، زیاد اونا مهم نیستن، اینها میگفتن به ویژگی خاص انسانها توجه بکنید. من فکر میکنم جناب آزاد را این بود. خب الان دو نکته رو ایشون مطرح کردن که من باید بهش پاسخ بدم. در برنامه خود من تا حالا من دو سه مهمان داشتم و اینا همه دانشجوهای جوان بودن. یک خانم آقایی هستن که برام، آقای احسان استر، ایشون دانشجوی دکترای مذهب شناسی است و تزش رو روی مذهب گرفته و منم کوشش کردم بتونم به عنوان استاد راهنما حالا در مراکز اسلامی اینجا به ایشون بتونم راهنمایی بدم یا تجاربم رو در اختیار ایشون قرار بدم. و در مردم شناسی از این آقا که دعوت کردم، چون اینقدر مطالب متنوع داشتن که فرصت ما برای اینکه دیگران رو روی خط بیاریم نداشتیم. و در سال مردم شناسی یک رشته جدیدی است در علوم انسان. یک، من این کارو میکنم. و اما در مورد به اصطلاح انسان ایشون کم لطفی کردن. ببینید، برای فیلسوف موجودات طبق بندی میشن. شما در عرفان حتی مولانا از نکته نظر روح اشیاء رو طبق بندی میکنه به روح نباتی، روح نمیدونم جمادی و تو میرسه به روح انسانی و میگه بعد از اون هم میرسیم به روح بالاتری که در وهم نمی گنجد. بنابراین ولی ما هنوز در انسان با همه انسانیتش، با همه کرامتش، ولی از نکته نظر بیولوژیک و ساختار بدنی ما با حیوانات خیلی تفاوتی نداریم. فقط تفاوتمون تعقل و شعوره. و این چیزی بوده که ارسطو داره. بله، ارسطو اینجوری. بله، بفرمایید. درود بر شما. خیلی خوش اومدید. جناب دکتر، سوالی دارم از شما و مهمان گرانقدر شما که اگر امکان داره این جواب بنده رو بدید. بفرمایید. مطرح کنم؟ بله، بفرمایید. بله. هر شاید که برابر اون چی که تا حالا حساب بررسی شده، آفریدگار جهان هستی واقعا میلیون ها شاید میلیون ها کهکشان وجود دارد و که کره زمین ما واقعا چیزی در برابر اون جهان هستی نیست. آیا اون کسی رو که ما نیرو یا هر کی که خدا می نامیم
میاد در کره زمین ما و با یک نفر صحبت میکنه یا هر شبت ارتباطی دارد یا نه. شما و جناب آقای دکتر نادرخان این جواب را اگه بدن خیلی ممنون میشه. خیلی خیلی ممنونم از این سوال پخته و حقیقتاً دیدگاه جهانی شما. بنده تشکر میکنم از این سوال پرمحتوا. نادر جان اول شما. ارشد که ببینید به سوال بسیار تفکر برانگیز این بیننده عزیز و من شما آقای ریاضی تبریک میگم که افرادی در این برنامه دارن سوال میکنن که از فهوای کلامشون آدم های اهل مطالعه و آگاهی هستن و چقدر افتخاریست برای من که ما حتی از بینندگان خودمون میاموزیم. من تشکر بکنم اول. دوم برگردم به سوال شما. به سوال شما از دو به اصطلاح دیدگاه و منظر من میتونم جواب بدم. اگر از منظر به اصطلاح خردگرایی و اصالت تعقل نگاه کنیم، این که خداوند مستقیما با کسی صحبت بکنه خود امکان نداره. یعنی ممکنه برای که در سایکوپاتولوژی شما اگر بیمارتون یا پیشنتتون بگه من هر شب میبینم می کسی میاد با من حرف میزنه، شما بلافاصله به سایکیاتریست معرفیش میکنید و این نوع فرد دچار هالوسینیشن هست و باید بستری بشه و دارو بخوره. و ما بیشتر از بیماران، خودم که سالها در بیمارستان روانی به عنوان دانشجو و رزیدنت کار میکردم یا کارمند، بیشتر اسکیزوفرنهایی که بستری بودن بعضی هاشون ادعا میکردن که ما از طرف خداوند پیام میگیریم یا برای ما مستقیما با ما صحبت میکنن. اما برمیگردیم در مسائل دینی، قرآن یک موضع دوگانه‌ای در مورد سوال شما داره. در یه جا میگه که نقل قول میکنه سخن تورات رو و از این نظر به اصطلاح موسی رو کلیم الله خطاب میکنه که بنا به باور پیروان موسی علیه السلام بر این باورن که در کوه مثلا کوه تور یا کوه سینا خدای موسی یهوه با پیغمبرشون مستقیما صحبت کرده و یه عده از حتی یهودیان و پیروان ادیان این رو قبول ندارن. خود قرآن در یه جا نقل قول میکنه در سوره نساء که بله خدا به موسی صحبت کرد، اما در سوره شعرا میگه آخر خدا با هیچ کس صحبت نکرده. من نمیخوام وارد مسئله مذهبی بشم، میگه خدا با هیچ بشری صحبت نکرده. ارتباط خداوند با فرستادگانش بر مبنای الهام، بر مبنای گرفتن پیام در رؤیا یا به گونه غیر مستقیم، در حقیقت پیام به شور اینها انتقال پیدا بود. حالا این مسئله رسیدن این پیام از طرف خداوند به مغز و شعور پیامبران خودش یه بحث بسیار مفصلی است که من برای در برنامه خودم روش صحبت کردم. ببین سوال خیلی سوال پخته ایه. دو قسمت داشت سوالش. یکی این که به نظر میاد پیروان ادیان یا این گروه هایی که متعلق به این سیستم های فکری هستن فکر میکنن کل جهان این زمینه و این زمینی که در مقابل این کهکشان ها یه چیز زندگی ارزش و اگر اینو بذارم واسه فروش کسی اینو اصلا نمیخواد. اینه که سوال ایشون اینه که چطور شده که فقط اینه که اینقدر مهمه که جواب اولش مطابق اون چیزی که روانشناس کسی که جامعه شناسه میدونه که اینا همش پدیده‌های خلقیه. یعنی ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم، چون اگر بخوایم خدا رو تعریف بکنیم همین که شما بگی این خدا با این ارتباط داره، خود این یه نوع تعریف مجازیه. به همین دلیله که حتی در بین ادیان همیشه میگن از سبیل و مسدود و طلب و مردود. ولی این کسایی که اومدن تحت عنوان پیامبر به نظر بنده میرسه، اگه اجازه بفرمایید، اینها میخواستن این پیامی که در وجودشون نهفته بود
یعنی از همون روز اولی که اینها متولد میشن این پیام رو بالقوه دارن، بعد به مرور زمان باید به خلق اینا عرضه کنن. نیاز مهر خداوندی داشته. یعنی احتیاج دارن حالا در هر جایی به سبک اونها یه تمثیلایی رو به کار ببرن. اون کسانی دچار اشکال میشن جناب را که این تماثیل رو، متالژیا رو لترال یا لغوی میگیرن. یعنی این که این است که کسی مثل حاجی مولادی سبزواری، کسی مثل صدر مطلعی، کسانی مثل ملا صدرا، کسانی مثل حلاج، کسانی مثل خیام، اینا اومدن گفتن بیاین این بچه بازی ها رو بذارین کنار. در حقیقت ما حقیقت محمد رو، حقیقت بهاءالله رو، حقیقت عیسی رو نمیتونیم با این درخته چیز کنیم، چون همونطور که شما فرمودین کدومش بهتر بود؟ خدا با خود موسی حرف میزد یا با درخته حرف میزد؟ بعد صداش از طرف درخته میامد. اینه که بهاءالله در حقیقت برای اینکه این قضیه رو واضح کنه میگه این خلق ندای خدا رو از درخت میشنون، ولی وقتی میرسه به انسان تعجب میکنن. یعنی بنده معتقدم اونطوری که حتی در ادیان جدید کسی مثل عبدالبها عباس، عبدالبها عباس یک کتاب فلسفی داره به اسم محافظات که در اونجا حتی در مورد شخص بهاءالله که بهاءالله میگوید که من خوابیده بودم و ندای خدا اومد و من رو علم اول و آخر رو به من یاد داد، که عبدالبها عباس میگوید این تمثیلی است. یعنی این که همونطور که شما فرمودین ما نمیخوایم سوء تفاهم بشه، چون شما نفرمودین این رو که ما العیاذ بالله زبانمون باز میگوییم که محمد و موسی و عیسی حالتهای روانی داشتن، ما اینو نمیگیم. ما میخوایم بگیم به شما چون همکار بنده هستید، ما میخوایم بگیم که اگر فقط این باشه که این یه خاصیت بشری روانیه، ولی علت این که موسی و عیسی و محمد و بهاءالله رو ما بهش توجه میکنیم چون یه سیستم منسجمی دارن، یعنی این که کوالیفای نمیکنن به این که یه انسانهای روانی باشن، ولی به لسان قوم صحبت کردن. و من فکر میکنم خیلی از این تعاریف و تماثیل بیشتر برمیگرده به لسان قوم. اگه غیر از این میگفتن شاید کسی بهشون اصلا توجهی نمیکرد. اصلا خود قرآن میگه و ما ارسلنا رسولا الا به لسان قوم در سوره ابراهیم آیه 4. خیلی خوب بفرمایید. من میخواستم با صحبت کنم. بفرمایید، شما روی خط هستین قربان. بله بله، من میخواستم بگم جواب اون آقایی که سوال کردن چجور خداوند با بندگانش صحبت میکنه، اگر کسی انصاف داشته باشه و فکرشو به کار بندازه بره تحقیق کنه ببینه چطور میشه 2500 سال پیش یک کسی به اسم پیغمبر وارد ایران میشه و در کتابش آخرین سوره کتابش میگه خوشا به حال کسانی که به 1335 برسن. بله. اما این سال 100 سال تولد حضرت بابه دقیقا، یعنی حضرت باب 1325 بله نامد 1335 صدومی سال جشن صدومی سالش رو که گرفتن. بله مقصود شما البته من فکر با این آقا صحبت کرد با حضرت دانیال و این درست بله. در آمد بعد از 2000 بله 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 بله, بله, بله. ببینین سروران عزیز، من نمیخوام این بحث مذهبی بشه ابدا، بلخص وقتی به بشارات میرسه اینا همش جنبه فرضیاته. و بنده یه اصلاحی هم بدم که از سید علی محمد باب تا الان بیش از 100 ساله و الان هم بهاءالله بود که 200 سالش رو جشن گرفتن. ولی سوال اصلا اینها نیست سرور عزیزم، سوال اینه که این نفوس
سعی میکنن به لسان قوم، به ظرفیت قوم، به حد قوم مسائل رو بررسی کنن. یک کتاب برای همه جا داره، برای یک کسی که عارفه جا داره، برای یک کسی که فقط دنبال پوست میگردم جا داره. بنابراین من اینها رو بیشتر به عنوان کسی که در رشته روانشناسی خدمت میکنم، ما برداشتمون از این کتاب ها و از این جریان ها و روند ها متعلق به ظرفیت های خودمونه سروران عزیزم. ولی از اینها که بگذریم، ما یه سوال آخر رو حالا من از شما میکنم و بعدم فکر میکنم دیگه خطوط رو جواب ندیم که ما این سوال رو تموم کنیم، و اونم اینه: نقش دین و سیاست در روشنگرایی، در آزادی، در بینشگرایی مثبت بوده یا منفی بوده؟ سوال بسیار مشکلی کردیم. این سوال من رو میبره به گفته از افلاطون. افلاطون یا از قول افلاطون، من در کتاب ها خوندم که افلاطون یک نگاه مضاف دوگانه‌ای داره در ارتباط با دین و فلسفه و دین و مردم. اون معتقدی که بردگان، معتقد به جامعه طبقاتیه، اون جامعه رو از بردگان و بازرگانان و کشاورزان و روحانیون و اشراف، و بعد میگه فیلسوفان اگر دنبال دین باشن باید بهشون شلاق زد، اما بردگان اگر بخوان لامصب باشن اون رو باید شلاق زد. یعنی در حقیقت معتقده که بردگان باید خداپرست و دنبال اجرای مبانی دینی باشن، اما دانشمندان و فلاسفه اگر بخوان اونا دنبال مذهب بیفتن، اونا در حقیقت از دیدگاه خودشون عدول کردن، یا لزوما دین برای فلاسفه نیست، برای بردگان. البته اون چیزی که شما میفرمایید، برای اینکه اصلاحیه کلی بکنیم، افلاطون در جمهوریت خودش که این مسائل مطرح میکنه، معتقده چون فیلسوف باید آزاد منشی خودش رو حفظ کنه، بنابراین نباید یه طرق مطلقی رو از کسی قبول بکنه. به همین دلیل هم هست که در ادامه این بیاناتش میگوید یک حکیم، حاکم در حقیقت باید فیلسوف باشه، یعنی آزاد منشی داشته باشه. و یکی از دلایل این سیستم های مذهبی رو که در عالم همیشه سبب نقض حقوق شده، اگه افلاطون زنده بود مطابق حرف شما، اینه که اینها خودشون رو غالب کردن در یه سیستم فکری و دیگه ای رو محروم کردن. مقصود شما اینه؟ هر شد که منظور بخوام بگه، این سوال شما خیلی گستره بسیار در ایران امروز. اگر محدودش کنیم در ایران امروز، ببینید دین برای مردم بوده نه مردم برای دین، خیلی راحت. پس ما میتونیم بگیم اگر این حرفی که شما میزنید حرف عبدالبها عباس، اگر دین سبب اختلاف بشه بیدینی عجب، پس بنابراین دین با علم، با عقل، با اندیشه وسیله است نه هدف. از طرف یه دست اندیشه ورانه لایسیته یا سکولار، نه اینکه ضد مذهب، ما درباره ضد مذهب صحبت نمی‌کنیم. بله. مسئله مخالفان و ضدی به اصطلاح ضد بودن با مذهب بحث دیگه است. این مغایر عقاید. بله. ولی ببینید شما فلاسفه معاصر که نگاه می‌کنید، می‌بینید اینها برای اینکه آزاد باشن در اندیشیدن، خودشون رو مقید به هیچ نوع باوری نمی‌کنن که بتونن آزادی اندیشیدن رو داشته باشن و اندیشه جدید نوعی در قالب تئوری های فلسفی به بشریت. اونا نمیخوان حرف های گذشتگان رو تکرار کنن، یعنی آقای برتران راسل یا ژان پل سارتر یا پوپر یا هر کدوم از فلاسفه معاصر، اگر میخواستن حرف فلاسفه گذشته رو فقط تکرار کنن که فیلسوف نبودن، ولی میدونن قبول بکنن، ولی انتقاد بکنن و حقیقتاشو بپذیرن، باید بشناسن اون فلسفه. میبایستی به اصول و مبانی فلسفه یونان و فلسفه دیگه آشنا باشن، اما برای که خودشون
موجودیت داشته باشند، خلاقیت داشته باشند و به مکتب فلسفی پویایی بدن، اندیشه نوعی ارائه بدن، اونها لزومی ندارن که پیرو به همین دلیل آقای برتراند راسل در کتابی که داره نوشته میگه چرا من نمیتونم مسیحی باشم، یعنی مسیحیان ارتدوکس و تندرو یا بعضی هاشون حتی عقب گرا و تاریک اندیش رو اندیشه هاشون رو مغایر میدونن با دیدگاه نوین فلسفی. آیا میتونیم پس ما اینه بگیم تا زمانی که دین یا هر سیستم فکری مزاحم آزادی اندیشه باشه شما رو مقید بکنه به این که آزاد منش نباشی، فکر نکنی و همینی که هست غیر از اینم نیست و اگر غیر از اینم فکر بکنی مثل اسپینوزات میکنی بیچارت میکنیم، اگر عالمی مثل گالیله بیچارت میکنیم، ما میخواهیم بگوییم بنابراین ما احترام میذاریم به ادیان و اینا هم گذاشتن ولی به خودشون اجازه دادن که اون چیزی که اونها گفتن رو استفاده بکنن یه نوآوری بکنن در اندیشیدن. کاملا یعنی اینطوری من میفهمم. پس بنابراین ضد دین نبودن. واسه همینه که اکثرشون هم به خودشون میگن اگناستیک، نمیگن ایتیست، نمیگن ما ضد دین، میگن ما نمیدونیم. یعنی میگن که ما این تعاریفی که شما کردی خیلی هم خوبه، خدا هست به این دلایلی که شما میگی، ولی ما این دلایلی که هست برای ما دلایل دیگه ای هست که این دلایل باطله. پس ما به یه جایی میرسیم که نمیتونیم ثابتش کنیم، نمیتونیم ردش کنیم. علی شریعه حرف قشنگی میزنه، میگه که خیلی جالب، خواهش کنم به این پاسخ توجه کنیم. در پاسخ این سوال که آینشتن، شما که نابغه فیزیکو نمیدونم توری نسبیت هستید و و و بالاخره یهودی هستی، آیا شما اعتقاد به خدا داری؟ میگه فکر میکنه، میگه که بله من به خدایی اعتقاد دارم که موسی را آفرید، نه خدایی که موسی آفرید. آفرین به شما. یعنی در حقیقت دوباره اگه میخوایم وفادار باشیم به اون چیزی که میگه در اصلا کتاب وجود داره opinion and idea که افکارش رو جمع میکنه، به خدای انسان نما اینشتین میگفت اگه من اعتقاد پیدا بکنم هم ارزش خدا رو از بین بردم هم مقام خرد خودم رو پایمال کردم. یعنی ببین مخالف به وجود و قدرتی در جهان نیست. مردم با عقیده اصلا معتقده به کازمیک ریلیجن، بله اصلا من معتقده به نیروی در جهان هست، اما این نیرو اون نیست که منتظر سهم چپاول باشه که بعد از اینکه عرب ها یه در چپاول کردن برای خدا هم سهم برسه. این خدا رو کوچک کردن هست. بنابراین ما این نوع مطالب رو به خدا ارتباط دادیم، کتاب رو گوده نکردیم، خدا رو کوچک کردیم. آفرین. پس یعنی این که ما میتونیم در این 7 دقیقه بگیم اندیشه یعنی در مورد اون چیزایی که فکر میکنی میدونی، اعتقاداتی که صدها سال بهت منتقل شده، شروع کن فکر بکن. همونقدر که بهش معتقدی دلایلی که میارن که اونا را هم زیر سوال ببره، اونا را هم توجه کن بهش، نه موافق باش نه مخالف باش، از تحلیل اینا یک راه حل بهتری پیدا بکن که از نسل قدیم یه مقدار پیش بردش بیشتر. غیر از اینه دقیقا. پس وقتی شما میفرمایین یا بنده عرض میکنم آزادی از این خرافاته، آزادی از اون چیزایی که ما رو من میکنه. حالا در این 3-4 دقیقه اگر شما بخوای یه پیام بدی به جوانای ما که آینده ایران ما رو میسازن، چی هست؟ والا به جوانان میتونم بگم که نتیجه تحقیقات 70 ساله مطالعات من در ارتباط با خدا ناشناسی و خداشناسی هر دو با هم، که اگر شما از حکومت ناراضی هستید رابطتون رو با خدا به هم نزنید. کاری مادر من کرد،
مادر من رفت مسجد روز اول، اول انقلاب جن مادر شد، مومن بود چکاری، من برای مادرم هیچی ندارم بگم، خیلی راحت ترجیح میدم مادر من با هم ایمان و هم اعتقاداتش هرچند کود به نظر ما روشن بگن خرافی است، ولی اگر درش احساس آرامش میکنه یک زن 80 ساله رو این ازش من بگیرم چیزی دیگه ندارم. آفرین بشه. من به این احترام میذارم. اما ازده طرف به من ایراد میگیرم تو چی تو به خرافات احترام. نه من به خرافات احترام نمیذارم. این زن با این باور آرامش داره. بنابراین تا زمانی هم که صدمه به دیگری نمیزنه. یعنی در حقیقت شما اینو بگین 3-4 دقیقه همه ما خرافات داریم. بله. مثلا خرافات ما لطفه یه قانون اساسی نمیشه که تو اگر اجرا نکنی شلاقت میزنی. پس ما میتونیم بگیم ما مقصودم از روشن فکری این نیست که تو اعتقادات تو اعتقادات من بکن و همه باید یه جور فکر کنن، بلکه ما میگوییم نادر خرافات خودشو داره در حد خودش، حبیب داره، ولی تا زمانی که این خرافات مزاحم اندیشیدن نشه، مزاحم اندیشیدن نه خودم بشه، حالا اگه خودم شد عیبی نداره، دیگری نشه. آیا فکر نمی کنید در ایران عزیز ما این اصل آخری رو که شما فرمودین مهمترین اصله؟ ببین آقای ریاضی خیلی من برد سر یک نکته که من یه دونه یک هم دارم بگم. بفرمایید. الو جانم بفرمایید. درود به جناب دکتر ریاضتی و مهمون عزیزتون. من حالا گرچه دیر زنگ زدم اگه لطف کنین یه جوابی میخواستم برای این سوالم. بفرمایید. من در جستجو و تحری حقیقت هستم. بله. این سوال اگه هر دو لطف کنین. ببینین در قرآن اومده که خاتم نبیین یا خاتم نبیین، این که در این کسره و ذمه این به اصطلاح عقاید مختلف به وجود اومده. بله بله بله. من می‌خواستم نظر هم جناب عالی رو هم آقای دکتر آزادراه رو راجع به این بپرسم. خیلی ممنونم. چشم بر تلویزیون توجه بفرمایید. من چون مثل شما اهل علم و فن اسلامی نیستم ولی به زبان ساده سرور عزیزم بعضی از این کلمه ها عربیه و فتح بذاری کسره بذاری. المنجر اینطوری میگه نادر الخاتم و الخاتم ما یختم و بهی، چه خاتم بخونی چه خاتم بخونی یعنی تموم شد رفتم بال کارش. بنابراین این بازی لغوی و کلمه ای رو استفاده نکنید و بین خودتون جنگ و دعوا رو اندازین. اگر یه عده میخوان قبول بکنن که محمد آخرین پیامبر نی، میگن که اینو خاتم بخونیم، اگر بگیم که نه هست میگیم خاتم بخونیم. ببینید بیاین یه چیز دیگه بگیریم. هر مظهر ظهوری، هر پیامبری از لحاظ حقیقت یکیه، بنابراین چون حقیقت تعدد نداره و شما متعری حقیقتین، اگر یک پیغمبر بگوید اولم صادق است، اگر بگوید وسطم صادق است، اگر بگوید آخرم صادق است، چون اون خورشید حقیقی که میتابه یکیه، ولی تابش اون خورشید بر اثر استعدادهای مردم عوض میشه. بنابراین اگر مقصود از خاتمیت بدین معنیه که محمد رسول الله یا عیسی یا بهاءالله فرق نمیکنه آخرین پیامبر زمانیه، این بیحرمتی به محمد و اصلا مهمتر بیحرمتی به مقام انسانه، چون انسان ترقی میکنه به قول نادر جان عزیزم پویایی داره و ما نمیتونیم یک فلسفه رو ابدی بگیریم. یک دقیقه داری بفرما. من متاسفانه یه خطیه نمیتونم بگیرم. ببین مادر من رفت مسجد دید که دارن تفنگ تقسیم میکنن بیرزنیم و بعد دارن پیچ پیچ میکنن و مادر من شهیده بود که امروز بریم اونو بگیریم فرد بریم اونو بکشیم. مادر من جنمازش برداشت آرام از خونه، نه خدا رو شروع فراموش کرد، یعنی نه مثل بنده کافر شد وضعه بود که ما کافریم، نه نمازش رو ترک کرد، ارتباطش با خدا بود، اما احساس کرد که اون مسجد راضی رضایت احساس رضایت و تشفی روحانی نمی کرد. بله. بنابراین
این حساب رو جدا کرد. این نوع الان ما در ایران خیلی آدم ها رو داریم که حساب حکومت رو با باورهای دینی خودشون با اعتقادات خودشون جدا کردن، تعمیم نمیدن. درود به شهر. بله، به اینا هم حق نداریم ما توهین بکنیم. ما ابدا ما یه چیزی که در این برنامه امیدوارم که نشون دادیم، من و شما، ما به احدی نمیخوایم توهین کنیم، ولی در این حال باید افکار خودمون رو مواظب باشیم که به دیگران هم توهین غیر مستقیم نکنیم، اسباب آزادی دیگران رو سلب نکنیم و همون عزتی رو که برای خودمون میخوایم برای همه جویا بشیم و طالب بشیم. من نمیدونم چگونه تشکر بکنم جناب آزاد راد از حضور شما و برنامه خیلی قشنگی بود، محاوره خوبی بود و اگر اجازه بفرمایین بنده از طرف شما و خودم از دوستان عزیزی که زحمت کشیدن تلفن زدن و من عذر میخوام که نمیتونم خطوط دیگری رو بگیرم. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.